واکنش ها به صحبت های رئیس اتاق بازرگانی ایران که به نمایندگان در حقیقت گفته بود بی سواد هستند ظاهرا همچنان ادامه داره و حالا بحث تحقیق و تفحص از این نهاد هم مطرح شده. کمی بیشتر برای ما در این رابطه توضیح میدین؟ درود بر شما. بله، ببینید دست کم یه بخشی از کش پیدا کردن ماجرا به تصفیه حساب‌ها و معادلات پشت پرده برمی‌گرده، وگرنه هیئت رئیسه اتاق که همونطور که در گزارش هم به درستی اشاره شد ابتدا تکذیب و سپس محکوم کرد حرفایشون رو. خود آقای شافعی هم از مواضعش عقب نشینی و در نهایت عذرخواهی کرد. در اون چند روزه‌ای که سکوت کرده بود هم رایزنی‌های زیادی شد. مثلا گویا آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی قول داده بودن که مسئله رو در مجلس رفع و رجوع کنن، اما آقای زنگنه که میدونید نماینده تربت حیدری است، ایشون خب به صنعت زعفران توجه ویژه‌ای داره و شاید فرصت رو مغتنم یافته تا بخشی از اختلاف نظرهاش با آقای شافعی راجع به زعفران رو به این ترتیب حل کنه. مطرح کردن بحث مافیای زعفران اینها به همین دلیل. اما به هر حال من معتقدم که این فشارها تا حذف و استعفای آقای شافعی ادامه پیدا خواهد کرد و عملا ادامه کار او در اتاق رو غیر ممکن میکنه. اما این موضوع چه تأثیری میذاره بر روی اقتصاد ایران؟ این تعارض بین اتاق بازرگانی که بهش حتی پارلمان بخش خصوصی هم میگن با مجلس چطور میتونه روی اقتصاد تأثیر بذاره؟ بله، من فکر میکنم این یک نقطه عطفی خواهد بود برای تضعیف بیش از پیش اتاق. همین امروز هم ملاحظه میکنید که سیاستمدار و نماینده مجلس ما کاستی های شرایط اقتصادی کشورمون رو به گردن اتاق و بی ارزگی بخش خصوصی میندازه. اونچه اوضاع رو نگران کننده تر میکنه به باور من کرنش و عقب نشینی و عذرخواهی پیاپی اتاقه که شاید اگر در این لحظه حساس محکم میایستاد میتونست آغازگر یک جنبش و مقاومت بخش خصوصی مقابل سیاستگزار و اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز باشه. اما متاسفانه دریغ، آقای خانسایی در یک حرکت تاریخی به قول خودش دستش رو مقابل رؤسای قوا دراز کرد. حالا من نمیدونم دقیقاً یعنی چی این، ولی به هر حال فکر نمی‌کنم هرگز اتاق رو خوارتر و ذلیل‌تر از این ما دیده بودیم. به طور کل با توجه به مشکلاتی که ایران در تجارت خارجی داره و اینکه در سالهای اخیر غیر رسمی شده مبادلات مالی ایران با کشورهای دیگه، چقدر اینکه بخواد بخش اقتصادی ایران خصوصی باشه و از حوزه سیاست خارج بشه تاثیرگذاره، مهمه؟ بی نهایت اهمیت داره، اما در این حال به باور من و البته تایید دوستان و آشنایانی که در اتاق هستن چیزی از استقلال بخش خصوصی و اتاق به طور خاص باقی نمونده. اتاق شده حیات خلوتی که موظف سیاست‌های به اصطلاح آفتر رکورد یا همون سیاست‌های غیر رسمی حکومت رو پیش ببره. به عنوان نمونه راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا و امتحان کنه. کارکرد بخش خصوصی هم خب این نیست، ولی انتظاری که در حال حاضر از اتاق میره در این سطح و با این کیفیت. اعضا و رؤسای اتاق هم این رو کاملا حس میکنن. به همین خاطر هم هست که چنین صحبت‌هایی رو از فرد باسابقه و محافظه‌کاری مثل آقای شافعی میشنویم. یادآوری میکنم که آقای شافعی پیر این کاره و سابقه طولانی در رهبری اتاق ایران داره از دوره آقای نهاوندیان تا همین الان. ایشون همیشه اتفاقا توصیهش این بوده که سیاست ورزی در ایران ممکن نیست مگر با نگفتن بعضی از واقعیت ها، ولی خب در نهایت میبینید که ایشون هم کار به استخوانش رسید و با این شیطنت اتاق شیراز حالا یا هر کسی که ویدئوی ایشون رو منتشر کرده، من معتقدم اتاق در نتیجهش بیشتر آسیب خواهد دید و در نتیجهش بخش خصوصی ما از اینی که هست هم ضعیفتر و نامؤثرتر خواهد شد. ممنونم از توضیحاتتون. محمد ماشینچیان روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما بودین.